سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت تهران، ساعت 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر آفتابی واشنگتن با شما خواهیم بود و مرور خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد مهمترین خبرها در عرصه داخلی ایران و آنچه را که در عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. در نیویورک چه گذشت؟ آقای حسن روحانی رئیس جمهوری نظام ولایت فقیه چه گفت و چه شنید؟ آیا مذاکرات هسته‌ای در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نتیجه روشن دست یافته است؟ همزمان با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در نیویورک، نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. اعدام ها متوقف نشده است. محسن امیر اصلانی اعدام شد و پیامدهای اعدام او در مطبوعات و رسانه های غیر ایرانی نیز بازتاب یافته است. و در منطقه داعش به کجا رسیده و مبارزه علیه این گروه تروریستی، آیا جمهوری اسلامی نیز در این مبارزات شرکت دارد یا پذیرفته نشد؟ با من و شما هستند آقای علیرضا نوریزاده در اروپا و آقای محسن سازگارا در واشنگتن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده عزیز با سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارای گرامی با سلام و خوش آمد در روز جمعه. من هم به شما عرض سلام و ارادت دارم آقای چالنگی، همینطور خدمت آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوریزاده، آقای حسن روحانی به نیویورک رفته، این خبر در واقع همه میدونیم دیگه، بینندگان نید. در این فاصله یک سال گذشته که آمد و امسال، این یک سال کارنامه ایشون رو شما چطور ارزیابی میکنی؟ اون وعده هایی که داد در ارتباط با نقض حقوق بشر چه کارنامه ای رو آقای روحانی عرضه میکنی؟ من شاید بخوام بگم که شاید بتونم بگم بهترین حرفی که به آقای روحانی زده شد که به نوعی موقعیت ایشونم نشون میده، آن حرفی بود که در نشستی که ایشون داشت با خبرنگاران آقای فرید زکریا و شماره دیگر، هموطنی مثل که آقای عبدی بود، هموطنی گفت که پارسال شما از ایرانی‌ها دعوت کردید به وطن بازگردن. خانم قنچه قوامی هم به ایران بازگشت، امروز در زندان اوینه چون خواست یک مسابقه فوتبال تماشا کنه. همزمان با سفر ایشون به نیویورک، همونطور که شما اشاره کردید، آقای محسن امیر اصلانی، یک متفکر، من نوشته‌های بسیاری از ایشون خوندم و اصلا باورم نمیشه در قرن 21 فردی رو به خاطر اینکه تشکیک کرده که یونس اندر دهان ماهی نشده و این یک تعبیر مجازی است، اعدام کنن. و این اعدام هم مستقیما به دستور آقای خامنه ای بوده، چون 3 دیوان عالی کشور حکم اعدام ایشون رو نقض کرد و اتهام زنا و برقراری رابطه نامشروع رو پاک کرد از دامنه ایشون. شخص آقای خامنه ای به خاطر تشکیک ایشون
در نیابت آقای خامنه‌ای و اینکه اینها امام زمان رو دکان کردن دستور قتل ایشون رو صادر کرد. آقای روحانی آمدن گفتن دوران تحمل اندیشه دیگر آغاز شده. متاسفانه هر روز میبینیم این تحمل کمتر و کمتر و کمتر میشه و نمونه هایش رو میبینیم. همین چند روز پیش آیت الله کاظمی بروجردی از زندان نامه ای داد بیرون، خطاب دبیرکل سازمان ملل، که در اون آدم میدید که به یه روحانی که قائل به جدایی دین از دولته و یک نظام مردمی سکولار رو تایید میکنه چه بر سرش آوردن، و همینطور آدم های دیگه در زندان. و میبینیم متاسفانه کارنامه اقتصادی آقای روحانی هم نتونست به جایی برسه. آقای ترکان دبیر شورای مناطق آزاد و مشاورشون میگه ما زورمون به خاتم الانبیا نمیرسه و بنابراین سپاه همچنان مافیای سپاه سیطره داره و از نظر حقوق بشر هم که وضعمون تغییر نکرده. در مذاکرات اتمی هم کمطوری پامون در گل مونده به خاطر خواستهای بلند پروازانه ولی فقیه. یک فرد سرنوشت 75 میلیون ایرانی رو رقم میزنه به گونه ای که خودش بخواد و بارها ثابت شده که اشتباه میکنه و به خطا سیاست هایی رو به ما تحمیل کرد. آقای سازگار 75 میلیون نفر ایرانی، آقای نوری‌زاده گفت یاد 75 میلیون دلار هست یا یورو هست زیر نگین آقای خامنه ای میفته. میلیارد برحال میلیارد دلار یورو هر چکر برحال. کارنامه اقتصادی ایشون رو شما چطور ارزیابی میکنید الان با این وضعیتی که همین امروز در نماز جمعه حرفایی زدن که فقط در کره شمالی گفته میشه آقای سازگارا، بعد از امام زمان محبوب ترین شخصیت جهانی است امام جمعه ایشون بود. بفهم اولا هر دو رقم رو فکر میکنم شما دوست عزیز کم گفتین. جمعیت ایران اعلام شد 77 میلیون و 800 هزار نفره و به زودی هم به 80 میلیون نفر میرسه و ثروت فقط نهاد یک نهاد زیر نظر آقای خامنه ای یعنی ستاد اجرایی فرمان امام 95 میلیارد دلاره، منهای حالا بنیاد مستضعفان یا بنیادهای دیگه، سامن الائمه و ده ها مؤسسه دیگه ای که دیگه حتی غیر انتفاعی هم نیستند و انتفاعی رسما هستند. به هر حال ببینید آقای روحانی به نیویورک تشریف آوردن بعد از یک سال و به قول یک کسی گفته بودون چارمینگ آفنس ایشون به چارمینگ دیفنس امسال تبدیل شده، یعنی سال گذشته میگفتن که ایشون خیلی نرم و نازک در حمله میکنه، امسال عمدتا ایشون ناچار از دفاع بود برای اینکه در هیچ کدوم از زمینه‌هایی که ایشون وعده داده بودن پیشرفتی حاصل نشده. متاسفانه سازمان عفو بین‌الملل یک بیانیه دیروز صادر کرده بود، از آقای روحانی خواسته بود که به وعده های انتخاباتیش عمل بکنه در خصوص حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر رو اجازه بدن به ایران بره یا سایر سازمان ها و دستگاه ها. خبرنگاران هم اکثرا همین سوالات رو پرسیدند از غنچه قوامی که در زندان، از محسن امیراصلانی که اعدام شد، از دراویش گنابادی که در هفته گذشته اینطور مورد ضرب و شد قرار گرفتن و 9 نفرشون هنوز در اعتصاب قضا هستند و ده ها مورد دیگه. و جالبم هست، من دنبال میکردم آقای چالنگی مصاحبه های آقای روحانی و آقای ظریف رو، معمولا اینجاها که میرسن تنها پاسخشون این است که قوه قضاییه مستقل و به ما ربطی نداره، ولی به هر صورت به نظرم نمیتونه رئیس جمهور یا وزیر خارجه بگه که قوه قضاییه مستقله و به من ربطی نداره. در مقابل مطبوعات دنیا باید حداقل نظر خودش رو بگه، یعنی باید بگه آقا من بالاخره موافقم یا مخالفم با اون چیزهایی که اتفاق میفته. معمولا در اینجاها یک دفاع خیلی شرمسارانه ای من میبینم دارند و چیزی هم
نمیگن. در سایر زمینه ها هم من فکر میکنم شاید حالا در ادامه بحث بهش برسیم، شاید مهمترین اتفاقی که توی این یک هفته افتاد نطق آقای دیوید کامرون بود که بعد از ملاقات با آقای روحانی ایشون اونطور به ایران حمله کرد. بله البته این 20 میلیارد هم آقای نوزاده هم من هم شما اشراف داشت که بودیم با آقای خامنه ای. نه خیر، شایعاتی بود که خمسو زکات ایشون دیگه قرار بده. یعنی این روحانیون الان به جای رسیدن که اونها باید خمسو زکات به مردم بدن. بعد هم به قول آقای صدیقی چه 75 میلیون نفر باشه، چه 90 میلیون، چه 200 میلیون، روان شاد، هایده بزرگ، صدای همیشه تنین انداز در آسمان هنر ایران، حرف ایشون رو تکرار کرد که تمام خوبان، تمام ایرانی ها یک طرف، تو یک طرف. آقای خامنه‌ای رو ایشون، آقای نوروزاده در حرفای امروزشون نماز جمعه زده. من بله. این سوال دارم، این سوال ذهن منو خیلی این روزا مشغول کرد. ببینید حکومت اسلامی ایران بر موج شعارهای استقلال جمهوری اسلامی آزادی جمهوری اسلامی هم به اون دوتا جمهوری اسلامی آزادی فعلا نمیپذیره. استقلال خب الان معلوم میشه که ما روابطی داشت ایران محترمانه با هر دو طرف، کم کم با شرق ما هم اندازه غرب داشت میشد، اینا به جای خود رو بده اون نمیشه. اما الان خود آقای روحانی و بقیه هم اعلام کردن که ما حل این مسائل داخلیمون وابسته به حل مسائل خارجیمون است. آقای نوری‌زاده، در تاریخ معاصر ایران هیچ وقت، معاصر که من میگم از بعد از بزنین جنگ دوم به این ور بکنیم، هیچ وقت ایران تا اونجایی که من دیدم به این اندازه وضعیت داخلیش به سیاست خارجیش وابسته نبود. یعنی وضعیت سفره مردمش این همه، اگر این وابستگی اسمش نذاریم چی هست؟ یعنی هدایت ایران به سمتی که برای حل مسائل داخلیش ما باید اول مشکلاتونو با خارج حل کنیم. اگر این وابستگی، یا یه مفهومی از وابستگی چی هست؟ جناب شالنگی عزیزم، ببینید از تنگی چشم پیل معلومم شد آنان که غنی‌ترن محتاج‌ترن. این آقایون صبح تا شب شعار استقلال میدن، ولی باید نگاه بکنیم آیا سرزمین ما یک کشور مستقله؟ آیا ما خودمون تصمیم میگیریم یا آقای پوتین برامون تصمیم میگیره یا آقای بشار اسد تصمیم میگیره یا آقای کیم جونگ ایل تصمیم میگیره؟ ببینید هیچ زمانی در ایران غیر از شاید وسطای قاجاریه اینقدر ایران وابسته به خارجی نبود. خیلی ساده براتون مثال میزنم، 5000 کارشناس روسی در ایران، در حالا زباهنش به کنار، در زمینه ارتش، امنیت، همه جا هستن. هزاران تن از افراد سپاه در روسیه آموزش دیدن و شما میدونید روش روسا با دانشجویان به خصوص اگه نظامی کادر چیزی باشن چگونه است و چه مدارکی میگیرن که اینا بعدن یه عمر نوکرشون میشن و ما اینو تو تاریخ تجربه کردیم. با چین عملا سیطره بر اقتصاد ما داره. اون زمان میگفتن آمریکایی‌ها کارشناس دارن، بله داشتن، یه قراردادی داشتن مطابق اون میمدن کارشونو میکردن میرفتن، ولی ما نبود که شرق و غرب عالم دیگه بر ما سوار بشن. آقایون ادعا میکنن مستقلن، جمهوری جهل و جور و شعار، شعار عالیه. آقای روحانی برمیگرده سازمان ملل میگه بله مبارزه با اینا رو باید بدین دست کاردان، یعنی بدین به ما تا همه جا رو مثل یمن بخوریم، مثل سوریه و لبنان ببلیم. یا آقای خامنه‌ای میفرمایند که بله این جریان داعش و اینا، بنده در بیمارستان خندم میگرفت آمریکایی به اسباب تفریح و مزاح من بنده بود، و نمیگه وقتی سر آدم ها رو میبرن این اسباب مزاح نیست. امروز طالبان هم اظهار وجود کرد، یه مده سر برید تا بگه اسلام ناب انقلابی محمدی بن لادنی و ابوبکر بغدادی و اینا هم آقای هادی العامری، اینا همه یه قماش هستن از یه جامعه. و متاسفانه بهای این وابستگی رو مردم ما دارن میدن. کالای بنجل چینی وارد ایران میشه، کارخونه ما تعطیل میشه. حالا معامله پایاپای با روسیه فردا
کالای بنجلتر روسی هم میاد به ایران. یادم اون وقت که ما دانشجو بودیم میخواستیم یه رادیو داشته باشیم که همه موجا رو بگیره، تو همین لندن یه رادیوی روسی بود 25 پوند بود، بزرگ اینقدر بود، 6 7 تا موج هم داشت. آره تانک هم می‌کرد آقای نورپور. بله اون وقت سونی اومده بود اینقدر داده بود، خب قیمتش گرونتر بود به پول دانشجوی ما نمیخورد. منظورم اینه حالا نوبت کالای بنجل روسی هم خواهد رسید، فعلا که ایران بازار اوکاز همه بنجلات عالمه. اینم میشه آقایون هم ادعا دارن مستقلن، کدوم استقلال؟ آقای پتر کبیر آرزو داشت سربازش تو خلیج فارس پوتینش بخوره، حالا نوادگانش زن و مرد پلاژ مخصوص تو بوشهر دارن مشغول شنا کردنه. خب آقای سازگاره، وجه دوم صحبت آقای نورزادان چی که ایشون گفتن این هستش که ببینید الان مسئله کمبود آب هست در تهران، تا میگن آقا این مشکل هست، این مشکل حیاتی هست دیگه، آب آشامیدنی رو دیگه ابتدایی ترین مدیریت یک کشور میتونه حل کنه، یعنی قاعدتا باید حل کنه. حالا میگن آقا ما چون تحریم هستیم، ما چون در جنگ با استکبار، جا از این حرفایی که زدن بینندگان بهتر از بنده و شما میتونه. خب یعنی چرا باید ایران به سمتی بره که اگر آقایونم راست میگن برای حل همین مسائل روزمره مردم به سیاست خارجیش وابسته باشه؟ این همه عادی کردن روابط که باید عادی باشه، ولی چرا؟ چرا این همه مسائل داخلی وابسته به سیاست خارجی است؟ حالا آقای چالنگی، این مسئله استقلال که شما مطرح کردید به نظرم موضوع مهمی است، برای اینکه من دیدم بسیاری از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هم بر اساس یک تعریف قدیمی از استقلال به دامی میفتند که در واقع رژیم پهن کرده. ببینید تعبیر امثال آقای خامنه ای از استقلال شبیه قرن 19 همه، یعنی فکر میکنن دنیا مثلا دنیای قرن 19 همه، همینقدر که صبح سفیر انگلیس یا سفیر روسیه نمیاد دستشو به کمرش بزنه یکی به دو بکنه و آقایون مثلا دائما فحش میدن به کشورهای مختلف، این نشونه اقتدار یا نشونه استقلال، یا اینکه در کشورهای همسایه گروه‌های تروریستی تقویت بکنند، اسلحه بهشون برسونند و بعد دنیا بترسه از یک گروه‌های غدارکش و آدمکش، این نشونه اقتدار یا استقلاله، یا تعبیر اینجوری از استقلال، یا حداکثر تعبیری که مرحوم دکتر مصدق در دوره خودش داشت، مسئله موازنه منفی، برای اینکه کشور در اون روزگاران حالا بحث روسوفیل و انگلوفیل و غیره بود و صحبت بروبروی حزب توده و غیره، شاید در اون موقع معنی داشت مسئله ملی کردن اموال شرکت نفت انگلیسی که در همه ارکان کشور میتونست دخالت بکنه و امثال اون. ولی امروزه در سال 2014 میلادی این مفهوم استقلال باید باز تعریف بشه. در دنیای گلوبالیزیشن، در دنیای جهانی شدن، در دنیایی که روزانه هزاران تریلیون میلیارد دلار، چندین تریلیون دلار فقط از روی کارت‌های اعتباری جابجا میشه، در دنیای اینترنت اساسا اون تعاریف بلا موضوعه. به نظر من استقلال یک کشور اندازش رو بخواید اندازه بگیرید به اندازه قدرت ملت اون کشور و نهایتا قدرت اون کشوره، و این قدرت تعریف میشه به اندازه جایگاه هر ملت، هر کشور در این فرایند جهانی تولید ثروت و تولید فرهنگ. هر چقدر ما بیشتر در دنیا، در اقتصاد دنیا حضور مؤثر داشته باشیم، کالامون، کالای کره‌ای الان در امریکا فروش میره، دنیا بیش از تریلیون دلار با کره جنوبی داد و ستد میکنه، آیا کره جنوبی مستقل تره یا کره شمالی که به نون شبش محتاجه؟ دنیا
فرهنگ جهانی، تولید علمی دانشگاهی. ببینید آقای خامنه ای هفته گذشته اومد یکی دیگه از اون انشاها نوشت. تصور ایشون این است که می شود در رو به دنیا بست، ما اون دانشگاه ها بشینیم یه مرتبه یه چیزای اختراع بکنیم، پیشرفت علمی بکنیم. ایشون فتوا هم داده که ما باید بشیم مرجع علمی جهان، در حالی که آخرین گزارش دانشگاه های دنیا که در آمده، بهترین دانشگاه مملکت ما که روزگاری که من دانشگاه صنعتی آریامهر می رفتم، آقای چالنگی، ما دانشگاه برادر یا خواهر MIT امریکا بودیم و دانشگاه صنعتی جزو، یعنی میتونست با افتخار بگه که کم از MIT امریکا نداره، که الان تو همین ردبندی اخیر اولین و بهترین دانشگاه دنیا شد، در حالی که الان در لیست 800 دانشگاه اول دنیا ما دانشگاه صنعتی شده در رده بین 600 تا 650، دانشگاه تهران هم 650 تا 700 و دیگه اصلا یک دونه دانشگاه ما تو 800 دانشگاه اول دنیا نیست، یک دونش حضور نداره، در حالی که از همون آسیا، از سنگاپور و چین و ژاپن و کره ده ها دانشگاه هستن. البته امریکا با فاصله کماکان بهترین دانشگاه دنیا رو داره. اصلا علم بدون تبادل هیچگاه در تاریخ بشر رشد نکرده، برخلاف حرف سراپا یاوه آقای خامنه ای که بحث تهاجم فرهنگی رو میکنه. فرهنگ همواره با تبادل شکل گرفته، علم با تبادل رشد کرده. ما در مملکت رو بستیم، یک تعریف کره شمالی وار از استقلال میکنن و اون وقت این تعریف حاصلش هم جوریست، باز کره شمالی فقط به کره جنوبی چنگ و دندون نشون میده، این آقایون به همه دنیا هم چنگ و دندون نشون میدن. حاصلش هم این است که کشور منزوی، تحریم، گرفتار و ده ها مسئله بین المللی سرش تلمبار شده و اون وقت توقع دارند که اسم اینو میذارن استقلال، در حالی که در واقع اشتباه دیدن. در صورت یعنی آقای آقای سازگار، درست آقای دولت آقای احمدی حرف من این هست، دولت آقای روحانی، ایشون میخواد درست به همون جایی برسه، به ابتدای همون جایی که انقلاب و تحویل گرفتن ایران تا 22 بهمن ما با تمام کشورهای جهان روابط دوستانه داشت، اسم اینو گذاشته بودن هرچ در برابر این است. الان آیت الله منتظری می نویسه که آقا ما اعلامیه دادیم در زندان علیه سرمایه گذاری آمریکایی هایی که میخواستن سرمایه گذاری بکنه، الان رسیدن به همون جایی که التماس دیگه وزیر خارجه، بله وزیر خارجه جمهوری اسلامی چجوری دنبال اینا میدوه که التماس اون وقت با میل و رق. آخه ببینید آقای چالنگی، اینا یه فلسفه که آقای خمینی داشت، ایران تیول شد و فکر میاد چهاردیواری و اختیاری، هر کاری دلم بخواد میکنم، سر میبرم، میکشم، داغون میکنم، مستضعف درست میکنم، چهاردیواری اختیاری بود اینا تصورشون، استقلالم از اون نگاه میدیدن. گاهی من حرفای این آقایون رو میشنوم توی جلساتی که دارن، ما مستقلیم، آقای قاسمی الان اومده، سردار قاسمی، که این انگلیس های بدذات رو ما نمیذاریم بیان، اینو نشانه استقلال میدونن، نمیدونن با این کارشون چه لطمه به ایران میزنن، کما اینکه گروگانگیری و 35 سال مرگ بر آمریکا کمر اقتصاد ما رو شکست، پوست ملت رو کند و هنوزم ما داریم اینا رو پس میدیم. در مقابل الحمدلله آقای دکتر سازگارا راجع به مقام دانشگاه ها میگفت، الحمدلله جامعت المصطفى العالمیه رو داریم، دانشگاه امام خمینی رو داریم که یک عده بچه رو از آفریقا و بنگلادش و اینا آوردن اونجا بهشون مدرک میدن، چریک تربیت میکنن برای آینده. اینا دانشگاه آریامهر نمیخوان، دانشگاه صنعتی و امیرکبیر و دانشگاه ایران نمیخوان، اینا یه مش از همین دانشگاهایی که خودشون درست کردن، حالا جالب تو لندن هم درست کردن، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری تو انگلستان هم که میدونیم چه دانشگاهی داره، اومدن دانشگاه اسلام درست کردن که بچه هایی که ازش فارغ التحصیل میشن آخر عاقبتشون یا با داعش و با این ترتیبات یا با حزب الله. خب آقای نوری‌زاده، شما فکر نمی‌کنین که این وضعیت، همین
بس درهای بسته، یک سری مثل آقای اسپودیت قاسمی یا هر کس دیگه، اینها سود اقتصادی ممکنه داشته باشه. تردید نکنید، تردید نکنید. وقتی آقای ترکان میگه ما زورمون به خاتم الانبیا نمیرسه سر پل قشم، شما در نظر بگیرید نفت خیلی راحت اومدن آقای بیژن نامدار زنگنه اومد اول یه فهرست گذاشت، یه در رو بیرون کرد از این دزدای شرکت نفت، ولی بعد به دستور آقای خامنه‌ای رئیس دزدا آقای رستم قاسمی، سردار رستم قاسمی شد مشاور معاون اول رئیس جمهور و در همه معاملات ایشون دیده میشه، سفر به عراق کرد، سفر به حاشیه خلیج فارس کرد، همه معاملات آقای رستم قاسمی میره. به چه مناسبت آدمی که سر گفت علی بابا تو 40 دوز بغداد، این علی باباش بود تو قصه، تمام دوزیای شرکت نه پولایی که گرفتن ایشون آقای میرکاظمی سردسته بودن، یکی حالا تو کمیسیون انرژی مجلس نشسته، یکی مشاور معاون اول. من اصلا فکر نمی کنم که این قافله تا به هشت ننگ است. تا زمانی که بدعت نامبارکی به نام ولایت فقیه بر سر ملت ایران باشد، فساد ادامه دارد، وابستگی ادامه دارد، بدبختی ادامه دارد و ما در همین شرایطی هستیم که خواهیم. خب یعنی بهتره شاید بگیم علی آقا و 40 دوز بغداد تا علی آقای خامنه‌ای 40 دوز تهران. آقای سازگارا خبری هست قطعا در جریان بودی، خود مسئولای بنیاد به اصطلاح میراث فرهنگی و مسئولان وزارتی گفتن و در مجلس هم آمده که این استقلالی که هست 500 میلیون دلار اقلام مذهبی هم از جانماز و قبل نما و رکعت شمار و چادر نماز و ببخشید مهر و تسبیح و اینها رو چین کمونیست فروخته. یعنی این جمهوری اسلامی، حالا آفتابه و لولهنگ و اینا توش نیومده، شاید نمیدونم ملاحظاتی بوده، سانسور شده آفتابه که رکن اساسی نظامی به هر حال مثل نظام ولایت فقیه میتونه باشه، اینا رو چطور؟ اینی که من میگم سوده، شاید سود درهای بسته هم چون سودی هایی هم داره دیگه، 500 میلیون دلار فقط شما مهر و تصویر و کمونیست های چین بسازن بیارن و عرض کنم خدمتون به مسلمین در ولایت فقیه بفروشن. اینا رو شما چه تعبیر و تفسیر؟ من خبر رو دیدم، راستش قسمت مهرش خیلی تعجب انگیز بود، چون مهر رو همون خاک رو برمیدارن گل میکنن و مهر درست میکنن، اما تسبیح البته دقیقا از چین وارد میکنن و سایر اقلام این گونه، زوار امام رضا هم به عنوان سوغات متبرک میبرن برای همولایتی هاشون. ولی ببین دایی چارنگی، من نسبت به ادامه همین بحث اجازه بدید این رو عرض کنم، من نمیخوام الان به داوری عملکرد سیاست خارجی یا سیاست اقتصادی شاه بنشینم، انتقادات جدی به اون هم وارده، ولی این رو میخوام بگم از مقطع انقلاب، جو غالب در اول انقلاب، جوی که از دهه 40 ساخته شده بود، تمام نویسنده ها، تمام نمایشنامه نویسا، تمام عقول اون مملکت تعریف خودکفایی صنعتی رو کرده بودن، تعریف عرض شود که استقلال از نوع نشرقی نغربیش رو کرده بودن، یا دشمنی اون به اصطلاح تئوری خیلی تکراری که امریکا ما رو نوکر کرده، نفتمون رو میبره جاش اسلحه میده، ما مستعمره شدیم و امثال هم. این جبه غالب در سال 57 احتمالاً آقای منتظری هم که اون نامه رو میگه در خاطراتش، تا همون جبه همه از بیرون زندان درون زن. اما فردای پیروزی انقلاب، من اجازه بدید از خودم عرض کنم، من واقعا وقتی بعد از 2-3 سال اول انقلاب رفتم و مسئولیت پذیرفتم در صنعت کشور و 140 تا کارخونه مملکت رو مسئول ادارش شدم، به فاصله واقعا 6 ماه 8 ماه
اولین چیزی که متوجه شدم این است که آقا صنعت بدون ارتباط با جهان نمیچرخه و صنعت چیزی نیست که ما پشت در بسته فکر کنیم رشد میکنه. صنعت سرمایه گذاری میخواد، بخش خصوصی میخواد. خاطرم از همون موقع یکی از دوستان ما که رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، شبی در جلسه خصوصی میگفت آقا ما اگر یک نفر خارجی یک دلار بیاره و در این کشور سرمایه گذاری بکنه، من وزیر تا کمر باید خم شم، دست شماچ کنم که این پول آورده. این شعارا چیه ما میدیم که به همه دنیا هم فوش میدیم و اون وقت فکر میکنیم که میتونیم مملکتمون رو بسازیم. ببینید این ماجرا به نظر من در نسل اول انقلاب، انقلاب اسلامی، کمتر از یک دهه وقت میخواست تا بطلان بسیاری از اون سیاست ها معلوم بشه. یعنی بطلان شعارهای انقلاب، بله، یعنی بسیاری از اون بسیاری از اون تصورات که من اسمش رو گذاشتم میراث مندرس، در یه سخنرانی اول دفعه در دانشگاه صنعتی شریف بعد از انقلاب اسم دانشگاه آریامه شد دانشگاه شریف، در دانشگاه شریف من اول دفعه مطرح کردم که ما یک میراث مندرسی مثل عرض شود که بازگشت به روستا، نمیدونم خودکفایی صنعتی، سوسیالیست مزاجی، اینا تقریبا ضد امپریالیست بودن غیره، اینا میراث روشنفکری دهه 40 ماست. یک دهه اول حد اکثر کافی بود برای اینکه معلوم بشه که آقا بسیاری از اون شعارها غلطه، بسیاری از اون نسخه های روشنفکری چپگرای دهه 40 ما کار نمیکنه، غلط اون نسخه ها، توسعه کشور اونطوری اتفاق نمیفته. اما مکانیزمی که در این نظام هست این است که هر کسی میرسه به این باورها که خیلی خوب اون شعارها رو باید کنار بگذاره، کنار گذاشته میشه، گاهی اوقات با ضرب و شتم و زندان و شکنجه کنار گذاشته میشه و باز تولید جهل، استبداد و دوباره همون رادیکالیزم و تندروی ها میشه. این واقعا به لحاظ بررسی انقلاب ها که معمولا یک دوره ترمیدوری به قول کرین برینتون دارن، یه دوره دارن که تندرویشون دیگه میرسه به انتها، عرق میکنه، عاقل میشن. انقلاب ایران از این حیث قابل ارزیابی است که این عرق کردنش هی عرق میکنه، یه در میریزه بیرون، یه به عوض میشن، دوباره تند میشه. و من خیلی هم فکر کردم راجع به این که چرا این مکانیزم اتفاق میفته، چرا این عقلانیت بر نمیگرده جای اون انقلابی گری بنچینه. راستش نتیجه هم که رسیدم، عرضم رو تموم کنم، یکی شیر است که به نظر من تئوری که آقایون باهاش کشور رو میخوان اداره کنن اسلام فقاهتی عقیم است از این که بیاموزد از تجربه ها. بنابراین یک در بسته است که بیرون هر اتفاق بیفته نمیشه. درسته آقای سازگاره، ولی وقتی شما میگید و استبداد در فرده، نه اجازه بفرمایید، شما وقتی میگید اسلام فقاهتی چون این هست، اگر حرفتون این هست که من میگم اینو بفرمایید، اگر نیست برای رفع سوء تفاهم، یعنی اگر اسلام فقاهتی نباشه با یه نوع اسلام دیگه هست، یا این حرفی که زده میشه قرائت های دیگه از اسلام یا هر دین دیگه میشه اون هدفهایی که شما بهش اشاره کردین رسید؟ نه خیلی، در بینش من دین برای اداره دنیا نیامده، دین نه. برای آباد کردن آخرت شما دستورالعمل داره و دو باور اساسی رو تبلیغ میکنه، یکی اینکه این عالم جانی داره، خدایی داره و زنده است، یکی هم اینکه وقتی بمیرید تموم نمیشید، یک دنیای دیگری هست. بله، و در بینش من اسلام فقاهتی اون قرائتی از اسلامه که مدعی است که با یک تعدادی احکام فقهی، آقای خمینی میگه از قبل از تولد تا بعد از مرگ، یعنی از زمانی که پسر دختر آشنا میشن تا زمانی که کسی میمیره و توی گور میذارنش، برای همه چی میگفت ما مسئله داریم و این مسائل در تمام حوزه های فردی و اجتماعی اجرا میکنیم، همه چی درست میشه. یعنی هیچ نوع قرائتی از اسلام به هر حال قادر به اداره کشورداری نیست، یعنی اداره کشور نیست. اساسا دین آقای چالنگی برای چنین کاری نیامده. مسیحیت هم چنین ادعایی رو بکنه بطلانه.
یهودیت هم بکنه بهلانه، بهاییت هم بکنه بطلانه. دین وظیفه و شأن دیگری داره، انبیا رسالت دیگری داشتن. آنچه که به قول معتزله در تاریخ اسلام حکومت کردن از امور عقلیه، عقل بشر باید راهش رو باز کنه جلو بره. بله عقلی آقای شالنگی یه توضیح فقط بدم. آقای سازگارا گفتن تعجب میکنن چرا اینا بعد از این مدت تب میکنن دوباره. بریم دو نوع ما ویروس داریم. یه نوع ویروسی هست که آدم دچارش میشه، سرماخوردگی، زکام، معالجه میکنه، دوا میخوره، خوبی. اما ویروس سفلیس نمیره از بدن. این مثل سفلیسه برای اینا. یعنی شما وقتی نگاه بکنید ببینید چند صد ساله اینا تو این میدون دارن مانور میدن. حالا هم به قول مرحوم کسروی حکومت بهشون بدهکار بودیم، دادیم، حالا دارن تمام اطواراشون رو میریزن. و مرحوم دکتر بقایی یک جمله گفته بود که خیلی جمله معروفی بود، که بنده رفتم به آقای خمینی این ولایت فقیه رو به اصرار قبولوندم، چون گفتم بعدن روشنفکرها حکومت رو میگیرن، چون با این کار میخواستم اسلام و ریشش رو بزنم برای همیشه. و واقعا اینا با این کارهایی که دارن میکنن ریشه مذهب رو دارن میزنن. چه چیزی آیه نوریزاده مثل سفلیسه در اینها؟ این عقاید ارتجاعیه، عقاید ارتجاعی که عملکرد شما داریم میبینیم. چهار روز پیش اول مهر بود، این دختر بچه های 6 ساله چهار قد به سر آورده بودنشون توی مدرسه، اشک آدم در میمد نگاه میکرد بچه های مردم در کشورهای دیگه میرن مدرسه و این قیافه که برای اینو درست کردن. خانوما استادیوم نرن، این نشان دهنده این مغز پوسیده متحجره. عملکردشون، رفتارشون، دادگستریشون در کجای دنیا دیوان عالی کشور سه بار حکمی رو نقض میکنه، بعد یه آخوند دیگه از اون بالا میگه بکشینش، تمام میذارن کنار میکشنه. ببینید اینه، این سفلیس همین بیماری است که اینا بهش دوچارن، ویروسی که ارتجاع، عقب ماندگی، سوء استفادگری و توجیه تمام جرائم با استناد به دو تا حدیث و دو تا روایت. این بازیه. بله بفرم. نه عرض کردم همین منظورم اینه، یعنی که این خوب شدنی نیست این بیماری. یعنی این تعبیری که جمع شده و این عملیات و این استنباطی که خلاصه شده در دو کلمه ولایت فقیه، این رو شما تعبیر میکنید به بیماری سفلیس. من به ویروسش. بله ببینید شما ولایت فقیه مولا نراقی میاد میگه میره، دوباره با ظهور میکنه، یعنی یه عده روحانیت باش مخالفت میکنه. همین الان آقای سیستانی قول سریع ازش دارم، گفته ولایت فقیه بدعت و نامبارکه و ولایت فقط در برای صغار، ایتام، ارامل، برای اوناس، برای مجنون، برای آدمای مهجور و برای ملت ولایت فقیه وجود نداره. همین اخیراً مرحوم هانیفخس که یک دانشمند شیعه بود، سالها هم در ایران بود، در آخرین مصاحبهش علیه حزب الله موضع گرفت و ولایت فقیه رو یک بدعت نامبارکی دانست که تشیع رو تقسیم کرده، باعث این تفرقه بین تشیع شد. میخوام بگم آدمایی که یه مقدار وجدان دارن، شرف دارن، اگرم این ویروس در نسل‌های قبلیشون بوده پاک شدن، ولی هنوز حرفای امام جمعه رو امروز شما گوش میکنید میبینید مبتلای شدیده به این ویروسه. خب ببینید آقای نوریزاده، آقای سازگارا هم اشاره کرد به دهه 40، شما بودید، من بودم، آقای سازگارا هم بود، البته آقای سازگارا کمتر شاید برخورد نداشته. ببینید در همون با آدمهایی که میدیدیم مثل خود آقای آل احمد، حرف ایشون این بود که نجات ایران در پیوند دانشگاهیان و روحانیت. آقای آل احمد نوری رو، شیخ نوری رو شهید میدونست. بله اونا مهم نیست. یک فاجعه ای به نظر من هست در اون دوران، کتاب غرب زدگی عالم، نفوذ ایشون مبصر روشن فکری چیز بود، این اصطلاح من یادم نیست کی به کار برد در مورد آل احمد همون موقع، مبصر روشن فکران،
اول غرب زدگی ایشون این هست، تراکتور رو در ده دیدن یک فاجعه است، یعنی آمدن امپریالیزم و بوفت و سینه چاک دادن برای عرض کنم فلان. اینو من دوست داشتم میخواستم یادآوری کنم که واقعا آقای شالنگی منم یه جمله بگم، مرد وارسته و آزادهی مثل دکتر داریوش آشوری وقتی اومد غرب زدگی آل احمد رو انتقاد کرد، یا ناصر وثوقی یا چند نفر دیگه، همه به او تاختن. من یادم نمیره تو جلسه کانون نویسندگان آشوری مورد بدترین حملات قرار گرفت، توی تالار قندریز، تو کانون، توی تالار ایران. میخوام بگم آقای آل احمد همه رو مجذوب کرده بود، یه جور حالت مثل این که هممون سحر شده بودیم. من الان نشستم کتاب خسی در میقات شد دوباره یه ماه پیش خوندم، دیدم چقدر چرندیات نوشته، یعنی سر تا پای این کتاب چرندیاته، نه دین رو فهمیده، نه موقعیت رو، نه حج و نه فلسفه شو، یه چیز شعار نوشته. بعد در مورد غرب زدگی چه سینه ای ماها زدیم برای غرب زدگی، و حالا میبینیم که آشوری بیچاره اون روز جوان بود، زیاد کسی جدی نگرفتش، ولی او درست فهمید که آل احمد چه کار خطایی داره میکنه به جامعه ایران. بله ایشون میگفتن از چاه با تناب و چرخ آب بیاریم بیرون، نباید موتور بزنیم. آقای سازگاره، این پرسش از آقای نوری‌زاده به شکلی خواهیم داشت حتما، اما نکته این هست که الان انواع اقسام اسلام، قرائت های از اسلام هست، از داعش و حزب الله و القاعده و طالبان، اینهایی که دیگه صاحب اسمن بگیریم، تا انصار بیت المقدس بگیریم، تا احرار شام، تا بیایم صدها یعنی بوک و حرام، بوک و حلال، شب و چیز از همه هست، انواع و اقسام ردیف بکنیم حدود 100 تا هست، عمل میکنن، سر میبرن به طرق مختلف. اختلافاتی که دارن اینه که از جلو باید سر برید یا از پس گردن زد، اختلافات اینطوری هم دارن. از اون بر یک کسانی مثل این آقای سیستانی، آیت الله سیستانی، یا یک بابای دیگه جای دیگه، گاهی یه چیزایی میگن بنابر مصلحتی که مراجع داره. یک سید یه لاغبایی هم مثل آقای کاظمنی بروجردی هست، میاد وسط میدون یه صحبتهایی میکنه، میره زندان، یه همچی بلایی سرش میاد. چرا یک صدای قوی بلند نیست؟ من میخوام بفهمم، هیچ ملامت هم نمی کنم، میخوام دریابیم که چرا یک صدای قوی از تمام مسلمانانی که معتقد هستن اسلام این نیست، هم از مسلمان مکلا و مسلمان روحانی، شیعه سنی وجود نداره که بیاد بگه ایها الناس اسلام این نیست، اسلام این صدای قوی. آیا عدم وجودش نشونه همراهی و ته دل، عرض کنم خدمتتون، موافقت با این اقدامات نیست؟ چرا در دنیای اسلام، ببینید، بذارید اینطوری نگاه کنیم. اولا اینکه قرائت‌های مختلف از یک دینی ارائه میشه یه مقدارش طبیعیه، یعنی اصولا حق همین گونه است، ما حرف آخر نداریم، حق متکثره، هر کسی از زاویه‌ای نگاه بکنه. الان دنیای اسلام گرفتار اون بخشی هست که یک قرائت متحجرانه، واپسگرایانه، شکلگرایانه‌ای که انگار اگر پیامبر عمامه مثلا میبسته، که نمیبسته البته، و یا شکل و شمایلی داشته، باید بریم همونطوری لابد شطور سوار شیم تو بیابون دست به آب بکنیم، یه دورمون ببندیم و امثال هم. و یا اگر در جاهلیت احکامی بوده که در دوره مدینه پیامبر هم اجرا می شده، مثل بریدن دست دزد یا غیره، همونا رو باید اجرا بکنیم. این قرائت الان سر و صداش از همه بلندتره و اعمالی هم میکنه که دنیا رو در واقع در بهت و حیرت فرو میبره. در تحلیل نهایی آقای چالنگی، به نظر من مشکل دنیای اسلام این است که با عصر مدرن، با ریشه دنیای مدرن که عقل مدرنه، که عقل نقاد خودبنیادیه که
هیچ مرجی برای نقد کردن نداره و رو خودش هم فقط متکیه، دیگه از زیر سیطره دین یا هر چیز دیگه اومده بیرون، قرن بیستم از زیر سیطره ایدئولوژی ها هم اومد بیرون. این عقلانیت مدرن دنیای اسلام باهاش مشکل داره، یاد نگرفته چجوری باید با این کنار بیاد. در نتیجه یا میره سر سفره سید قطب میشینه، نفی کلی غرب رو میکنه، میکنش دشمن، باید باهاش جنگ کرد، یا به در قرائت ایرانیش سر از ولایت فقیه در میاره و غیره. ولی من از اون سوشم بگم، به نظر من اتفاقی که در تونس افتاد به نوعی اتفاقی که در مصر افتاد نشون میده که در دنیای اسلام هم نه فقط ما متفکرینی مثل حسن حنفی، ارکون، علی بولاچ، سروش، ملکیان، شبستری و غیره داریم که حرفهای قرائت‌های جدید زدن، قرائت‌های از دین ارائه کردن که با عقل مدرن جمع میشه و در نتیجه مدرنیته رو میتونن بیارن در دنیای اسلامی جا بدن، بلکه طبقات اجتماعی مدرن و از طبقه به خصوص طبقه بزرگ متوسطی در کشورهای اسلامی نشون دادن وجود دارن که مقابل اسلام اون قرائت واپسگرایانه میایسته. در تونس به نظر من حتی کسایی مثل راشد الغنوشی که حرفای واپسگرایانه یه روزی میزدن، از ایران پول میگرفتن، کتاب مینوشتن، من در همین دانشگاه جورج تاون از ایشون شنیدم که حرفاشو عوض کرده، میگه ما رسیدیم به اداره یه جامعه اونا کار نمیکنه. و جالب بود واقعا. یا در مصر شما خب دیدید مردم مصر وقتی 20 و چند میلیون آدم میان توی خیابون امضا جمع میکنن، این دیگه به یه نوعی با تعبیر عادی کودتا فرق داره. این در واقع نشون میده که ایستادن مردم مصر، میگن آقا ما اون قرائت اسلام رو نمیخوایم بیاد حاکم بشه. لذا میخوام بگم این ماجرا ریشه واقعی، یعنی یه کشمکش واقعی در دنیای اسلامه، سفارایی طبقات اجتماعی. در ایران ما هم ببینید، ما طبقات مدرن در جنبش سبز نشون دادند که اسلام حاکم، اسلام متحجر و این فقه محور رو نمیخوان، اعتراضشون رو کردن. دنیا هم فهمید که ایرانی ها ولایت فقیه رو نمیخوان. الان ما طبقات به اصطلاح کارگریمون هم داره میپیونده به همین تفکر. منتها ببینید اونهایی هم که مدافع اون اسلام واپسگرایانه، فقه مدار و ضد مدرنیته هستن، اونها هم پایگاه اجتماعی دارن، زور دارن، الان زور حکومتی دارن، پول انبار کردن. بنابراین یه بخشش هم تعیین تکلیف این در مدار کشمکش های قدرتی خواهد شد. به قول مارتین لوتر میگفت من برای پیشبرد حرفام به چیزی غیر از حرفام هم احتیاج دارم. اون زمیندارای آلمان بودن، اومدن پشتش وایسادن، با کلیسا جنگیدن. در ایران هم به هر حال و در دنیای اسلام هم یک بخشی از تعیین تکلیف این گذار دردناک دنیای اسلام به مدرنیته در صحنه رویارویی‌های سیاسی به نظر من. حالا این همونطور که اشاره کردیم بحثش طولانی است که امیدواریم در یه زمانی بتونیم به طور مفصل بهش بپردازیم. من یه جواب یه سوالی دارم. بله بفرمایید. ببینید مشکل ما اینه که در ایران، یعنی در سرزمینی که بحث ها حتی در حوزه ها و بین علما تا حد کفر میرفته، تا حد انکار خدا میرفته، امروز به علت حضور یک عده آخوند در قدرت مجال بحث وجود نداره. هر عالمی، شما الان در خود ایران تمام علمایی که قائل به تفسیر آزاد دین هستن، از آقای علامه محقق داماد بگیرید تا آیت الله سید رضی شیرازی بگیرید، آیت الله علوی بروجردی، هر کدوم اینا، آیت الله سرفرازی، و در خارج ایران در لبنان علی الامین، سید حسن الامین، حزب الله ری خونه شون رو نابود کرد، آتش زد کتاب خونه شون رو بود، یعنی مجال نمیدن. در عراق هم همینطور، سرخو حسنی، خود آقای سیستانی، آقای حکیم، آقای اینا رو که نگاه بکنی، بشیر نجفی، مجالی آقای خامنه‌ای و حکومتش به علمای دین نمیده که بیان نگاه دیگر رو مطرح کنن.
خود آقای سروش که الان آقای دکتر سازگار رو گفت الان کافرش میدونن، دارن اتهامای بدی بهش میزنن و آقای مشتهد شبستری اصلا صداش رو بستن. پس بنابراین این حکومت ضد هر نوع تعاطی افکار و بحث علمی هست، حتی بحث خوزوی که آقای با هم از قدیم ضرب زیدون امرن از صبح تا شب اینا مشغول زد و خورد بودن. ببینید زمینه بحث این نیست، یعنی بحث من حرف من مشرف بر این حوزه و این زمینه نیستش، حرف مشرف بر این هستش که در همون ایران که شما حکومت فقیه چه میکنه کاملا روشن است. حرف بر سر اینه که این صدا قوی تره، میتونه عمل کنه، در بسیاری از کشورهای منطقه داره عمل میکنه. چرا صدای دیگری که حالا اسمش هر چی میزنیم، آقای سازگارا اشاره کرد از ارکون که متفکره، مثلا نویسنده از دهه 70 به شهرت رسیده، بسیارم ترجمه های مختلفی هم ازش هست، نمیدونم به فارسی هست یا نیست، به هر حال اون رو کار نداریم. به این مسئله ببینید چرا صدای قوی تری وجود نداره در برابر همه این موج. بس بر سر این منطقه داره به طرف یک جنگ شیعه سنی میره، ایران در ایران اعدام میکنن چون گفته حضرت یونس از دهان ماهی در نیامده. شما خاطرتون هست ابوالقاسم حالت یا ابو تراب جلدی بود یکی از آقایون شعر معروف در یونس در دهان ماهی شد، یعنی این بند دادگاهی شد، کلی هم هست هیچ نه آخوند شیعه نه سنی کسی هم راجعش صحبت نکرد، بسیار شعر طنزآمیز درجه یکی هم بود جناب حالت بزرگ اگر اشتباه نکنم با اسم مستعار خروس لاری متن. ببینید بس بر سر این هست چرا صدای قوی تری در برابر این وجود نداره. میترسن آقای چالنگی عمل کنه. بله میترسن، سمت رفتن یه دلیلی داره. اینی که یک نفر بشینه گوشه دانشگاه فلان بگه آقا اسلام این نیست آن است این هست، من بحث من این نیست، من با اسلام مشکل هر بینی مختلف داره. صدای قوی رو من میگم چرا نیست، چرا حرفش آقای چالنگی عمل کنه. نه ببینید آقای چالنگی آقای گروزده داشتن میگفتن اجازه بدن آقای سازگارا ایشون حرف نه میگم میترسن آقای چالنگی، ترس دارن، فکر مرجعیتش خمسش زکاتش نشسته، میگه اگه من حرفی علی خامنه‌ای بزنم پدرمو در میارن. آقای وحید خراسانی شنید که قرار تمثال حضرت عباس توی تلویزیون نشون داده بشه، ریششو کن عمامشو زد زمین گریه کرد. اما اگه بچهای مردمو بکشن این آقا دهان باز نمیکنه. اینه مسئله، فکر جاه و مقامشونن و میترسن. اون انسانی هم که دل به دریا میزنه مثل محسن امیر اسلانی اعدام میشه. آقای سازگارو بفهم به نظر من آقای چالنگی این صدا هست، صدای اعتراض مردم تونس به اسلامگرایان یا مردم مصر اون صدای رسا به اسلامگرایان یا ایران جنبش سبز به اسلامگرایان همون صدای رسایی است که ما از دنیای اسلام میشنویم. بخشهایی از دنیای اسلام این قرائت متحجرانه رو بر نمیتابه، دوست نداره، ولی کشمکشه. اون بخش فناتیک که خیلی هم تبلیغات رو خوب یاد گرفته، زود یاد گرفته، البته الان بخش بن لادنی و ابوبکر البغدادی صدای و آقای خامنه‌ای صدای بلندتری دارن، دست به تروریسم میزنن و یه مقدارم همونجوری که دکتر نوری‌زاده میگن به خصوص در ایران چون قدرت حکومتی دستشه، صدور این جهل و جور رو، صدور این ضد دنیای مدرن بودن رو با ابزارهای حکومتی به گروه‌های تروریستی در جای دیگه میکنه. البته این دعوا در دنیای اسلام در جریانه. به نظر میرسه که این صدا قوی، من راجع به دین اسلام گفتم. ببینید هر دین دین پروژه امثال من و یا خیلی کسای دیگه دوستان ما که آقای نوری‌زاده هم همین کارو میکنن، من دیدم در چیزهای مختلف همین است که ما در واقع این قرائت های نوین از دین رو که با دنیای مدرن جمع بشه رو بتونیم در عرصه سیاسی هم به پیش ببریم، برای اینکه همونجور که عرض کردم فقط در عرصه فکر تکلیفش معلوم نمیشه. بله آیا چون وقتمون رو به اتمام آقای سازگار، البته من اشاره بکنم باز پرسش من این هستش
که آیا اساساً قرائت، هر نوع قرائتی از دین، هر دین، آیا باید بیاد در عرصه سیاسی؟ و یه نکته هم به جنبش سبز اشاره کردید، جنبش سبز فراموش نکنیم که یکی از رهبرانش باز خواستار بازگشت به دوران طلایی امام هست، جدا از بدنه جنبش. بدنه جنبش چه میخواست؟ مرگ بر ولایت فقیه رسید، اما یه همچین نکاتی هم درش بود. حرف من مسئله شخصی با شخص به خصوصی نیست، آقای نوریزاده، های این صدا که آقای سازگارا اشاره میکنن آیا اونقدر قوی تر هست که بتونه جلوی جنگ شیعه و سنی رو که خطراتش رو در افق آدم میبینه بگیره؟ متاسفانه تا زمانی که قدرت آقای خامنه ای و یه طرف هم ابوبکر بغدادی باشه، نه متاسفانه نمیشه. ولی به نظر من زمان آنه که روشنفکران جهان اسلام، روشنفکران ایمان سکوت کنن، بلند و ترس نداشته باشن. سپاس بسیار داریم آقای نوریزاده و همینطور آقای سازگارا. امیدواریم در برنامه‌های آینده بتونیم این بحث رو به نحوی ادامه بدیم، خطراتی که منطقه رو تهدید میکنه و در نتیجه ایران رو هم و مردم ایران رو و بیش از همه آینده نسل‌های ایرانی رو. با سپاس بسیار از شما، با آرزوی فردایی بهتر.